بیننده مجموعه خبری ده صبح به وقت تهران هستین. با من سیما قیاسی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. سرخط خبرها. سوء قصد به مجری ایران اینترنشنال در لندن. پلیس ضد تروریسم بریتانیا تحقیقات درباره حمله به پوریا زراعتی را آغاز کرد. واکنش‌های گسترده به سوء قصد به جان مجری ایران اینترنشنال. مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون حمله منجر به مجروح شدن پوریا زراعتی را محکوم کردند. موج محکومیت این حمله از سوی چهره‌ها و نهادهای مختلف ادامه دارد. ابراز نگرانی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران. رافائل گروسی می‌گوید سانتریفیوژهای ایران کارآمدتر و سایت‌های هسته‌ای آن بیشتر شده. و تأکید نتانیاهو بر آمادگی ارتش اسرائیل برای ورود به رفح. دولت بایدن مجوز انتقال بمب‌های 2000 پوندی و هواپیماهای جنگی به اسرائیل را صادر کرد. پوریا زراعتی مجری برنامه حرف آخر ایران اینترنشنال در لندن جمعه 10 فروردین هدف حمله چند فرد ناشناس با سلاح سرد قرار گرفت. او در حال حاضر در بیمارستان بستری و وضعیتش پایدار است. پلیس لندن اعلام کرده انگیزه حمله هنوز مشخص نشده و در حال تحقیق در این باره است. بنا به اعلان اسکاتلند یارد، MI5 سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا هم در جریان این حمله قرار دارد. به گزارش پلیس متروپولیتن، افسران متخصص ضد تروریسم تحقیقات درباره حمله با چاقو به پوریا زراعتی را رهبری می‌کنند. دومینیک مورفی رئیس واحد ضد تروریسم پلیس بریتانیا با تاکید بر هوشیاری این واحد درباره انگیزه های این اقدام گفت گشت های بیشتری برای احتیاط به منطقه حمله و نقاطی در لندن اعزام شدند. پلیس متروپولیتن همچنین تاکید دارد با توجه به سابقه تهدیدهای ماه‌های گذشته همکاری نزدیکی با ایران اینترنشنال خواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارش. در پشت پرده این قتل چرا آخوندها در این شرایط حمله به مجری مشهور ایران اینترنشنال در لندن. پوریا زراعتی مجری برنامه حرف آخر روز جمعه پس از خروج از خانه‌اش مورد حمله چند فرد ناشناس قرار گرفت. مهاجمان با ضربات چاقو چندین نقطه از بدن این برنامه‌ساز تلویزیونی را مجروح کردند. پلیس لندن مشغول تحقیق درباره این حمله است. حمله فیزیکی به پوریا زراعتی در حالی صورت می‌گیرد که ایران اینترنشنال و خبرنگارانش در سال‌های گذشته بارها مورد تهدید مقامات حکومت ایران قرار گرفتند. شبکه ITV پیشتر گزارش داده بود جاسوسای سپاه پاسداران در اکتبر 2022 به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای 200,000 دلار فرداد فرهزاد مجری ایران اینترنشنال و سیما ثابت مجری پیشین این شبکه را ترور کند. فرد اجیر شده که یک جاسوس دو جانبه بود اما این توطئه را افشا کرد. در اقدامی دیگر قرار بود در پاییز گذشته مقابل دفتر ایران اینترنشنال در غرب لندن یک خودروی بمبگذاری شده منفجر شود اما به دلیل حضور نیروهای امنیتی در اطراف ساختمان این شبکه این نقشه تغییر کرد. شبکه ایران اینترنشنال 29 بهمن 1401 پس از این تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشنگتن منتقل کند و پس از وقفه ای 7 ماهه پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدید در لندن از سر گرفت. جمهوری اسلامی از این مماشات نهایت سوء استفاده رو کرده و به شکل‌های واقعا وحشیانه و ما قبل تاریخی با چابوکشی به حزب مخالفان خودش یا کسانی که در واقع به وظایف حرفه‌ای و شهروندی خودشون عمل می‌کنند و اطلاع رسانی می‌کنند و به دنبال دریافتن واقعیت‌ها و بیان اون برای هموطنان خودشون هستن. امیدوار هستم که این بار حداقل دولت بریتانیا واکنش خیلی جدی‌تری نشون بده. دلیل حمله به پوریا زراعتی هنوز اعلام نشده اما حکومت ایران سابقه ای طولانی در حذف روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسیش در داخل و خارج از کشور دارد. پس از خیزش زن زندگی آزادی این تهدیدها افزایش یافته است. برای بررسی آخرین واکنش ها همکارم اردوان روزبه اینجا همراه ما در استودیو. اردوان چه واکنش های بیشتری رو داشتین در ساعت گذشته؟ آخرین آپدیت که من تلاش کردم نگاه کنم پلیس متروپولیتن بریتانیا لندن در بریتانیا هیچ خبر تازه‌ای رو منتشر نکرده. کمافه سابق تاکید داره که با شماره تلفن 999 در لندن تماس بگیرن شاهدانی که دیدن در لحظه ای که تعدادی از افراد حمله کردن به پوریا زراعتی همکار خوب ما
اگر دیدن اطلاعات بدن تا پلیس بتونه روش کار بکنه. من همینجا آرزو میکنم خیلی زود پوریا رو دوباره در جمع خودمون در برنامه ها داشته باشیم. اجازه بده بپردازم مسئله این که رسانه ها به اشکال مختلف خوب برخال هم تا با توجه به اون خبری که پلیس منتشر کرده و به اطلاعات رسمی اطلاعاتی که خود ایران اینترنشنال داده، خب به تبع هر کسی رو کرده خودش به مسئله نگاه کرده، اما عمده رسانه ها تاکیدشون بر این بوده که این جمهوری اسلامی هستش که به دنبال نام کردن فضا و حمله به دشمنان خودش، حالا از نظر رسانه اون دشمنان به نظر اونها، ولی در واقع ایران اینترنشنال که فقط کار رسانه‌ایشو کرده و وظیفه حرفه‌ایشو انجام داده، کار مبارزاتی وجود نداره جز انعکاس صریح و درست اخبار. بسیاری از رسانه‌ها تاکیدشون بر این بوده که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از نحوه اطلاع رسانی ایران اینترنشنال ابراز ناخرسندی به دفعات کرده، به خصوص در مسئله انقلاب مهسا که به طور جدی پوشش این اخبار چه به داخل به داخل از بیرون به داخل و چه از داخل به بیرون باعث این تهدیدهایی که در یک سال گذشته همکاران ما دریافت کردند، دقیقاً به این دلیل بوده که به هر حال به نظر میرسه که ایران اینترنشنال کارش رو درست انجام داده که چون این نگرانی بوده. و همین دلیل وقتی که مسئله حمله روز جمعه با چاقو روز ساعت از نزدیک ساعت 3 بعد از ظهر در لندن مطرح میشه به پوریا زراعتی همکار ما در تلویزیون ایران اینترنشنال، همه بر این باور هستن که به هر حال جمهوری اسلامی از عوامل خودش برای حذف مخالفین خودش یا حذف رسانه‌های آزاد داره استفاده می‌کنه. مثلا ایندیپندنت اشاره کرده که پلیس ضد ترور بریتانیا اعلام کرده تلویزیون کسی که حمله شده بهش کسی بوده که بر صورتی از رسانه‌ای بوده که جمهوری اسلامی ازش ناخرسند بوده و رضایت نداشته به فعالیتی که اونها میکردن، به خصوص اینکه لید میکردن، مدیریت میکردن، اطلاعاتی که از داخل کشور وارد میشده. به رسانه‌های دیگری در به خصوص در انگلیس کاملا به این موضوع پرداختن. اکسپرس اند استار هم تاکید میکنه، میگه که پلیس کانتر ضد تروریسم دنبال این هستش ببینه که چه کسانی پشت این عملیات هستن. همچنین مدیا، یک رسانه به اسم مدیا ITE که در بریتانیا هستش، اون هم به مسئله شکلی که به لحاظ ماهیت جمهوری اسلامی میتونه در کشور مثل بریتانیا بازی بکنه و همچنین اشاره به گفته‌های از کریم سجادپور و همچنین جیم ساتیاتو از CNN اشاره کرده و گفته CNN تاکید بر این داشته که آمریکا هشدار داده بوده که جمهوری اسلامی و روسیه در تلاش هستن روزنامه نگاران رو در خارج از کشور از بین ببرن و این تجربه ایست که به طور مشابه به نظر میرسه که روسیه هم داشته. همچنین اکسپرس هم به این اشاره میکنه، تلگراف هم به همین صحبت میکنه و تایمز هم تقریبا میتونم بگم محورها همینه. بس پرسن این استش که روزنامه نگار ایران اینترنشنال مورد هدف قرار گرفته و نشانه های این چنینی باید جدی گرفته بشه تا به نوع دست‌های جمهوری اسلامی از فعالان خارج از کشور کوتاه بشه با تحریم‌ها یا چیزهای از این دست. ممنون از تو همکارمون اردوان روزبه. واکنش گسترده مقامات و فعالان سیاسی به حمله به پوریا زراعتی، خبرنگار ایران اینترنشنال همچنان ادامه داره. بسیاری این حمله رو کار حکومت ایران دانستند و خواستار اعمال تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی و قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی شدند. اتحادیه ملی روزنامه نگاران بریتانیا و ایرلند در بیانیه ای حمله به روزنامه نگار ایران اینترنشنال را تکان دهنده خواند. میشل سینستریت دبیر کل این اتحادیه گفته جامعه بین المللی باید فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد و سازمان ملل باید ایران را در قبال اقدامات خود پاسخگو کند. هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا با نسبت دادن این حمله به جمهوری اسلامی آن را کار دستان دراز رژیم بیرحم ایران دانست و همچنین بر ضرورت حفاظت از همه کسانی که در غرب مورد تهدیدها و خشونت‌های فراملی هستند تاکید کرد. گابریل نورنهام، مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا، ابراز امیدواری کرده بریتانیا پس از این حمله تهدیدهای جمهوری اسلامی را جدی بگیرد. او پیشنهاد کرده بریتانیا برای پاسخ به این اقدامات جمهوری اسلامی سپاه پاسداران را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد. کریم سجادپور، تحلیلگر ایرانی آمریکایی، سوء قصد جان خبرنگار ایران اینترنشنال در لندن را زنگ هشداری برای آمریکا و اروپا خوانده.
تحلیلگر ارشد بنیاد کارنگی تاکید کرده جمهوری اسلامی فعالانه در تلاش برای کشتن خبرنگاران و فعالان در غرب است. کسرا عربی، مدیر تحقیقات مربوط به سپاه پاسداران در سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز جمهوری اسلامی را مسئول حمله به پوریا زراعتی دانسته و گفته دولت بریتانیا تهدید رژیم اسلامگرای ایران و سپاه پاسداران را جدی نمی‌گیرد. علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد، دست داشتن سپاه پاسداران در حمله به پوریا زراعتی را غیر قابل انکار دانست و از دولت بریتانیا خواست از تمام چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی محافظت کند. و نازنین افشینجم، کنشگر حقوق بشر، از شناخته نشدن سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی به شدت انتقاد کرده و پرسیده چند نقشه ترور دیگر باید ریخته شود تا سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیرد. شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل دانشگاه واترلو از اونتاریو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. چکیده واکنش‌ها اینه که حمله رو محکوم و جمهوری اسلامی رو متهم کردن و نحوه برخورد اروپا با اقداماتی از این دست رو مورد انتقاد شدید قرار دادن. تحلیل شما از این حمله در لندن چیه؟ خدمتتون درود می‌فرستم خانم قیاسی و اجازه بدید که خدمت همه بینندگان و مخاطبان ایران اینترنشنال درود خودم تقدیم کنم و اظهار امیدواری بکنم که جناب زراعتی گرامی هرچه سریع‌تر بهبود پیدا بکنن. عرض کنم به حضورتون که اروپایی ها متاسفانه هرگز جدی نگرفتن مسئله تهدید جمهوری اسلامی رو و حتی در مواردی که کسانی که در صدد ترور مخالفان جمهوری اسلامی بودن مثل کیس آقای اسدالله اسدی که یکی از عوامل امنیتی جمهوری اسلامی بود که وابستگی مشخص به صورت یکی از افسران عالی رتبه سپاه پاسداران و سپاه قدس داره در اواخر دهه 2010 یعنی بین سالهای 2018 تا 2020 سعی کرد که بیاد و اقدام بکنه به عملیاتی که بازداشت شده و از اروپایی ها محکوم شد به وسیله دادگاهی در بلژیک، ولی نهایتاً به خاطر سیاست گروگانگیری اتباع خارجی در ایران به وسیله حکومت جمهوری اسلامی یا ایرانیان دوتابعیتی با یک تبعی بلژیک نهایتاً معاوضه شد و علاوه محکومیتش به جای اینکه تحمل کیفر بکنه نهایتاً آزاد شد. ما یک مشکل دیگه که در رابطه با بریتانیا داریم و خود شما هم به نظر من به عنوان کسی که بریتانیا زندگی کرده این رو درک میکنید این هست که جمهوری اسلامی ریشه خیلی محکمی در شکل حضور به صورت حضور سازمان‌های غیر انتفاعی فرهنگی یا مذهبی در بریتانیا داره، این در کشورهای دیگه اروپایی هم هست و متاسفانه با استفاده از اقلیت‌های شیعه دیگر کشورهای همسایه ایران گاهی اوقات سعی می‌کنه با استخدام اونها که در کشورهای اروپایی و بریتانیا زندگی می‌کنن به عنوان عوامل نیابتیشون برای ضربه زدن، لطمه زدن، ترور کردن مخالفان جمهوری اسلامی یا روزنامه نگاران و ژورنالیست ها استفاده کنند. البته آمریکا هم متاسفانه خیلی حواسش جمع نیست و اخیراً وقتی که یک قاچاقچی مواد مخدر ایرانی سعی کرد که تماس بگیره با یک سری گانگستر در ایالات متحده آمریکا بودش که دوباره آمریکایی ها بیشتر فعال شدن برای جلوگیری از شوین. جناب خلدی، به عوامل نیابتی اشاره کردن، یکی از انتقادهایی که در نحوه مقابله با جمهوری اسلامی مطرح میشه اینه که چرا اروپا سپاه پاسداران رو در فهرست گروه های تروریستی قرار نمیده؟ چرا اروپا هنوز مقابل این خواست مقاومت میکنه؟ این پرسش بسیار مهمی هست. ما دیدیم در وال استریت جورنال برای مثال یک گزارشی داشت اخیراً در مورد مقاومت به خصوص آقای جوزف بورل که عملاً میشه گفتش که وزیر خارجه تمام کشورهای اروپایی است به عنوان کمیسر خارجی اتحادیه اروپا و چند تا تئوری وجود داره. من خیلی سریع عرض میکنم. یک تئوریش این هستش که مقامات در واقع دادگستری و اطلاعاتی اروپا
اروپایی به نوعی میشه گفت با سپاه پاسداران، سپاه قدس و عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی دائما در ارتباطن و ادعایی که اونها میکنن به صورت مخفیانه به پارلمان‌های کشورهای اروپایی یا خود پارلمان اروپا این هستش که اگر هر گونه ارتباطی با این نهادهای جمهوری اسلامی در واقع ممنوع بشه، اون وقت اونها نمیتونن درباره فعالیت برخی گروه‌های رادیکال دیگه مثل داعش و اینها اطلاع پیدا بکنن. ولی این به نظر من این تئوری قابل قبولی نیست، برای اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه بهره جویی بکنه با دادن اطلاعات فرصت طلبانه به اروپایی ها در مورد مسائل مختلف و در این حال گروکشی بکنه از اروپایی ها. بنابراین اروپایی ها حتی اگر منفعتی هم از ارتباط با سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی براشون باشه، مزارش براشون از نظر حفظ امنیت شهروندان اروپایی و امنیت کشورهای اروپایی بیشتر هست و به نظر من متاسفانه این شما و دیگر همکاران ما در ایران اینترنشنال و دیگر رسانه های فارسی زبان در اروپا و آمریکا رو تحت فشار قرار میده و من برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم. سپاس از شما. شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل دانشگاه واترلو از اونتاریو. شماری دیگر از مقامات و فعالان سیاسی و مدنی حمله به پوریا زراعتی، خبرنگار ایران اینترنشنال را حمله به آزادی بیان عنوان کردند. مسیح علی نژاد ضمن ابراز ناراحتی از حمله به پوریا زراعتی از پلیس لندن خواسته تحقیقات کاملی را در مورد این حمله وحشتناک انجام دهد. او تهدید مداوم خبرنگاران از سوی جمهوری اسلامی را هشداری جدی توصیف کرده و گفت باید در محکوم کردن چنین اقداماتی متحد بود. حامد اسماعیلیون در توییتی با وحشتناک توصیف کردن خبر حمله به پوریا زراعتی ابراز امیدواری کرده پلیس لندن آمرین و عاملین این حرکت جنایتکارانه را پیدا کند. اسماعیلیون با تاکید بر اینکه وجود رسانه‌های آزاد یکی از ارکان دموکراسی است گفت رخ دادن چنین اعمال وحشیانه‌ای در دنیای آزاد بسیار غم‌انگیز است. نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر، با ابراز نگرانی شدید از حمله به پوریا زراعتی مجری برنامه حرف آخر در ایران اینترنشنال ابراز امیدواری کرد پلیس بریتانیا تهدیدهای جمهوری اسلامی را برای کشتن روزنامه نگاران ایرانی که در تبعید به سر میبرند جدی بگیرد. آلی شاکنز، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا، با اشاره به بسته شدن دفتر لندن ایران اینترنشنال در فوریه که سال گذشته به دلیل تهدیدات موجود حمله به پوریا زراعتی را عمیقاً ناراحت کننده توصیف کرد. و همچنین استراتژی بریتانیا و متحدانش برای محافظت از جان افراد در درون این کشورها و محافظت از منافع آنها در سطح بین الملل را ناروشن خواند. پیشتر گفتگویی داشتم با امید معماریان، روزنامه‌نگار. اون با اشاره به پیشینه یه جمهوری اسلامی گفت اولین انگشت اتهام به سمت آنهاست و ابراز امیدواری کرد تحقیقات پلیس بریتانیا ابعاد مختلف این ماجرا را سریع‌تر روشن کند. نظرم شوک‌آور هستش. خبرنگاران در داخل کشور با تهدیدات بسیار زیادی مواجه هستند و اینکه در خارج از کشور هم برها با چنین تهدیداتی بخوام مواجه باشن در دنیای آزاد به نظر من شوک‌آور هستش و برای همین به نظر من خیلی مهم هستش که تحقیقات جامعی صورت بگیره و سریعا مشخص بشه که چه افرادی پشت سر این حمله بودن، نیتشون کی بوده، عامل این حمله کی بوده و برای به نظر من جامعه خبرنگاری بسیار مهم هستش که به این جزئیات، به این اطلاع دسترسی داشته باشه. به هر حال همونطور که گفته شده، به هر حال روزنامه نگاری جرم نیست، خبرنگاری جرم نیست، تحلیلگری جرم نیست، در کان رسانه بودن جرم نیست و اینکه افراد به خاطر در پاسخ به فعالیت رسانه‌ای یک نفر بخوان که به هر حال از خشونت استفاده کنن، به نظر من 100% محکوم هست و به همین خاطر است که ما در ساعات گذشته شاهد موج یعنی گسترده محکومیت چنین اقدامی بودیم. خیلی به هر حال واضح است که یکی از گروه‌هایی که به هر حال خیلی بهره می‌بره از چنین اتفاقاتی و یا اینکه در چنین اتفاقاتی دستاشی جمهوری اسلامی است، در طی سال‌های گذشته بارها جمهوری اسلامی از حربه صدمه زدن به مخالفان سیاسی، به فعالان رسانه‌ای در خارج از کشور استفاده
کرده. خیلی طبیعی هستش که در اولین نگاه، اولین به حال موج توجهات به سمت جمهوری اسلامی باشه و انگشت اتهام رو به سمت حکومت جمهوری اسلامی ببرن، که به حال در طی سال‌های گذشته نشون داده که از بردن سطح تهدیدات به خارج از مرز خودش ابا نداره. فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برجام را پوسته خالی توصیف کرد و همزمان از کاهش توانایی نظارت بازرسان این نهاد بر اقدامات اتمی تهران ابراز نگرانی کرد. رافائل گروسی در آخرین اظهارات خود درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفته حدود یک دهه بعد از امضای برجام ایران به سانتریفیوژهای بسیار سریعتر و کارآمدتری دست یافته و سایت‌های هسته‌ای بیشتری ایجاد کرده. او گفت با توجه به محدود شدن توانایی نظارتی آژانس، اگر زمانی طرف‌های برجام بخواهند به این توافق برگردند، آژانس از نظر فنی نمی‌تواند بسیاری از موارد را تایید کند. رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب طالبی. توافق برجام به منظور محدود و کمتر کردن سرعت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی طراحی شد. این پیشرفت برنامه هسته‌ای تهران ناشی از توافق یا نتیجه تبعات خروج از اون؟ سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. شاید بگیم که هر دو، یعنی اولا ابتدا به ساکن جمهوری اسلامی ایران از یک آرمان استراتژیک برای گسترش توان هسته‌ای خودش استفاده می‌کرد، که خروج ترامپ هم به نوعی شاید یک رکود موقت رو ایجاد کرده بود در روابط ایران و غرب، ولیکن سبب شد که به نوعی در داخل ایران گروه‌های تندرو و نزدیک به علی خامنه‌ای که ساخت بمب اتم رو به نوعی به یک نیاز استراتژیک تبدیل کرده بودند، فشار خودشون رو افزایش بدن و تبعات اون رو هم ما شاهد بودیم که به نوعی همین برنامه جامعه هسته‌ای در مجلس و تصویب و عدم همکاری با آژانس بود. اما علارغم همه اینها، جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته خب دچار بحران‌های سیاسی و اقتصادی و در شرایطی که به نوعی غرب مشغول اوکراین و بحث غزه هست، جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنه که به نوعی با استفاده از این اهرم فشاری که میتواند ولیکن نمیخواهد، و به نوعی این صدا رو ما از هم آقای صالحی و قبلا هم از سوی خرازی اینها رو میشنیدیم که تلاش داره که به نوعی القا بکنه که دارای چنین توانایی هست. اما جمهوری اسلامی به خوبی واقف است که در شرایطی که امروزه جنگ اوکراین و غزه هم وجود داره، شاید ابراز چنین مسائلی و دستیابی به چنین بمب هسته‌ای شرایط رو بگونی بازگردونه که حتی روسیه و چین هم در کنار ایران نباشن. بین 2008 در مورد قطعنامه 1803 علیه ایران رأی بدن. اما آنچه که مشخص از آقای گروسی هم اعلام کرده بود، خب تهران در سالهای گذشته تغییر داد در مورد غنی‌سازی و این رو کاهش داد از 9 کیلوگرم به 7 کیلوگرم. بعدا ما دیدیم که تا از خرداد تا آبان 3 کیلوگرم کرد، اما مجددا از آبان 3 کیلوگرم به 9 کیلوگرم افزایش پیدا کرد و غنی‌سازی بالای 60% به نوعی که آقای گروسی هم گفته جز استفاده در سلاح هسته‌ای کاربرد رو هم نداره. جمهوری اسلامی ایران پس از برجام ما شاهد این بودیم که خب یک 3.67% غنی‌سازی رو با 300 کیلوگرم رو تقریبا به 17 برابر و بالای 84% رسوند. البته در برخی موارد هم خودش تلاش داشت که به نوعی اینها رو بروز بده که ابراز بکنه که ما به غنی‌سازی 84% رسیدیم، که در روزهای گذشته در سایت فردو یا همون علی محمدی همین مسئله بود که آقای گروسی در مصاحبه اخیرش، که البته این دومین مصاحبه است که به نوعی بعد هم شفافیت ایران اشاره میکنه، به اون اشاره کرد که تهران هم گفته که فکر کنم که پنجشنبه دفتر پادمان سازمان به نامه قبلی گروسی در این مورد اشاره کرده. اما مشخصا آنچه که وجود داره، علارغم گزارشاتی هم که اعلام میشه که در مورد اینکه احتمالاً مثل گزارش واشنگتن تایمز که تهران توانایی ساخت بمب اتمی رو به عنوان یک بمب اتمی رو به دست آورده، اما مشخصا خود تهران هم واقف است که اگر به یک بمب اتم هم برسه این کفایت نمیکنه، اگر این رو درست بگیم، و در چنین شرایطی است که یک اجماع کامل علیه تهران حتی توسط چین و روسیه هم انجام خواهد شد، که به نوعی عقب نشینی و رفتارهای کجدار و مریض تهران در قالب ابهام استراتژیک هسته‌ای رو میتونیم در این قالب طبقه بندی کنیم. آقای طالبی، این اظهار نظر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میتونه بر تشدید محدودیت‌ها و تحریم علیه جمهوری اسلامی تاثیر معناداری بگذاره این بار؟ ببینید، خب قبلا همین اظهار نظرها شده، اما من یک اراده مصمم رو در
کشورهای اروپایی به ویژه ترویکای اروپایی و ایالات متحده نمیدونم. قبلا ببینید با فشار ایالات متحده شورای حکام قطعنامه صادر نکرد. ترویکای اروپایی علارغم اینکه بیانیه میده ولی کن هنوز از همون بند 11 مربوط به مکانیزم ماشه استفاده نکرده و یا حتی مسئله هسته ایران به شورای امنیت تاکنون نرفته. جمهوری اسلامی ایران با این رفتار کجدار مریض اسپینوی که وقتی که توانست در 2018 تحریم محدودیت های تسلیحاتی رو برداره، 2023 محدودیت های موشکی رو، تلاش رو بر این داره که در اکتبر 2025 یعنی یک سال و نیمه دیگه هم تمامی محدودیت ها به ویژه همین بند 11 که مکانیزم ماشش اون رو منتفی بکنه. اقداماتی که هم اروپایی و هم آمریکایی دارن انجام میدن به نوعی تا زمان انتخابات ایالات متحده به صورتی تعلیق یافته و در کنار مسئله اوکراین و غزه تلاش بر این هست که به نوعی تهران رو جلیتر نکنند. اما چقدر این مسئله سبب خواهد شد که تهران عقب نشینی بکنه یک سوال بسیار بزرگ است. رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، سپاس از شما. آخرین ها جنگ اسرائیل و حماس. به گزارش روزنامه تایمز آف اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور خطاب به خانواده های سربازان گروگان گرفته شده از سوی حماس تاکید کرد ارتش اسرائیل برای ورود به رفح آماده می شود و هیچ اسیری را در آنجا باقی نخواهد گذاشت. این روزنامه به نقل از دفتر نخست وزیر اسرائیل می گوید فشار نظامی تنها راهکاری است که می تواند به آزادسازی گروگان های اسرائیلی از سوی حماس منجر شود. همزمان نخست وزیر اسرائیل مجوز دور جدید مذاکرات برای آتش بس در غزه را صادر کرد. این مجوز یک روز پس از آنکه دیوان بین المللی دادگستری اسرائیل فرمان داد تا از دسترسی مردم غزه به کمک‌های بشردوستانه اطمینان حاصل کند صادر شد. دفتر نتانیاهو اعلام کرده مذاکرات جدید بر سر آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها طی روزهای آینده در دوحه و قاهره انجام می‌شود. این در حالی است که اسرائیل ساعتی پیش به منطقه نصیرات در مرکز نوار غزه و همچنین خان یونس در جنوب این باریکه حمله کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گفت ایالات متحده با ارسال بمب و هواپیماهای جنگی بیشتر به اسرائیل موافقت کرده. آمریکا در حالی دستور ارسال این کمک تسلیحاتی به اسرائیل را صادر کرده که شکاف گسترده‌ای بر سر مسئله گسترش جنگ در رفح و ارسال کمک‌های بشردوستانه میان دو کشور به وجود آمده بود. واشنگتن پست به نقل از مقام‌های پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا گفت از آنجایی که کنگره سال‌ها قبل با ارسال این تسلیحات به اسرائیل موافقت کرده بود، دولت آمریکا برای ارسال آنها به این کشور نیازی به تایید کنگره نداشت. در این بین دادگاه عالی اسرائیل اعلام کرد محصلان ارتودکس که به جای خدمت در ارتش در مدارس مذهبی تحصیل می‌کنند، دیگر کمک‌های مالی تحصیلی دریافت نخواهند کرد. رهبران افراطی ارتودکس این حکم نتانیاهو را خیانت به وعده‌های رئیس جمهور اسرائیل در تضمین کمک‌های مالی و معافیت‌های نظامی در ازای حمایت سیاسی آنها دانستند. این در حالی است که جنگ در غزه خشم عمومی را در مورد معافیت‌ها برای ارتودکس‌های افراطی برانگیخته. بر اساس قوانین این محصلان و مبلغان مذهبی اجازه تحصیل تمام وقت در مدارس مذهبی بدون دوره سربازی را دارند، در صورتی که دیگر شهروندان اسرائیلی شامل زنان و مردان بین 2 تا 3 سال باید در خدمت سربازی اجباری قرار بگیرند. میر جاودان فر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب جاودان فر. چقدر میشه به دور جدید مذاکرات صلح خوشبین بود و چقدر رسیدن به یک توافق در شرایط کنونی ممکنه؟ بر اساس کانال 12، گزارش در کانال 12 دیشب، رئیس موساد آقای بارنیا گفته که هنوز شانسی وجود داره برای رسیدن به یک توافق و اسرائیل بسی واقعا سعی بکنه که ببینه که سعی بکنه که از این استفاده بکنه، از این فرصت استفاده بکنه. با وجود اینکه اخیراً بخشید اسرائیل رقم نیروهاش رو فرستاد به، یعنی به بخشید تیم مذاکرات رو برگردوند از قطر، بعداً آقای نتانیاهو مطلع کردن که با وجود سختی هایی که وجود داره هنوز یک فرصت هایی میشه دید و بسی واقعاً یک شانس جدیدی رو باید از این فرصت استفاده کرد. و اخیراً تعداد کسانی که در کابینه جنگ حامی ادامه مذاکرات شدن با وجود تمام مشکل‌ها و موانع اتفاقا افزایش پیدا کرده. یکی از دلایل اون
شواهدی که بود که از یه زن اسرائیلی که به دست حماس بهش تجاوز شده بود و وقتی که در اون پخش شده به نظر میاد که واقعا تاثیرگذار بوده روی طرز تفکر و عقیده بعضی از وزرای اسرائیلی که تا الان اتفاقا دیدگاهشون بوده که خوده ما بیشتر سختگیری بکنیم با حماس. الان واقعا نگرانی وجود داره که الان تعدادی که زنانی که در چنگ حماس هستن شاید اونها هم این تجاوزها رو تجربه کرده باشن و واسه اسرائیل هر فرصتی که میتونه ازش استفاده کنه برای جلوگیری از این تجاوزها و آزادی این زنان. پس مجموعاً اگر بخوام بگم اینکه آقای نتانیاهو حاضر شده که الان زیر فشار هستش، زیر فشار بیشتری هستش که واقعا از این فرصت حتی محدود هم استفاده بکنه برای آزادی گروگان‌ها، به نظر من میشه گفت نسبتاً شانس رسیدن به یک توافق افزایش پیدا کرده، ولی همیشه پسی واقع بین بود در این منطقه. به بحث سربازی مبلغان و محصلان ارتدوکس بپردازیم. چقدر این بحث احتمال سقوط دولت ائتلافی به رهبری نتانیاهو و تغییر دولت اسرائیل رو دامن میزنه و چنانچه چنین بشه این چه تأثیر رو روند جنگ میگذاره؟ احتمالش وجود داره. البته الان مجلس اسرائیل کنست الان در یک در الان فعلا تعطیل هستش برای حدود یک ماه و نیم، اگر اشتباه نکنم برای یک ماه و نیم، و وقتی برگردند وزرا و اعضای کنست احتمالش وجود داره که این گروه های ارتدوکس واقعا از دولت خارج بشن که واقعا شرم‌آوره. ببینید چقدر پررویی میخواد که مردم دارن جووناشون رو میفرستن در جنگ، در جبهه کشته میشن و الان یک قسمتی هستش در اسرائیل که حتی حاضر دولت رو براندازه برای اینکه بعد جووناش رو نفرسته به جنگ تا جوونای دیگه برن کشته بشن، ولی نه جوونهای اونها. واقعا در اسرائیل مسئله خیلی خشم مردم رو درآورده و این دیگه داستان معافی این گروه کمینیان ارتدوکس دیگه تموم شد، به خصوص بعد از این رفتاری که اونها کردن در زمان جنگ، که وقتی ما باعث متحد باشیم و همه اسرائیلی ها باعث حاضر باشیم برای دفاع از کشورمون. ولی اگر دولت آقای نتانیاهو بیفته تنها تغییری که من خواهم دید این هستش که روابط اسرائیل با آمریکا بهتر خواهد شد. به جز اون اسرائیل با جنگ ادامه خواهد داد تا وقتی که تا اینکه آخرین گروگان اسرائیلی آزاد بشه. سپاس از شما. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 36 سرباز سوری و 6 نیروی حزب الله لبنان در حمله هوایی شب گذشته ارتش اسرائیل به چند نقطه در سوریه خبر داد. ارتش اسرائیل با تایید این حمله اعلام کرد علی نعیم، معاون فرمانده یگان موشکی حزب الله را کشته. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی میگوید 5 فرمانده دیگر حزب الله لبنان نیز در این حملات کشته شدند. ارتش اسرائیل با توصیف علی نعیم به عنوان رهبر برنامه راکتی حزب الله لبنان گفت او در حالی که سوار بر یک خودرو در شهر بازویه بود هدف قرار گرفته. این حمله به لحاظ تعداد تلفات سنگین ترین حمله ارتش اسرائیل به نیروهای حزب الله در خاک سوریه از آغاز جنگ این کشور با حماس است. در همین حال با گذشت یک روز از حملات هوایی اسرائیل به سوریه، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل متعهد شد اسرائیل مبارزات خود را علیه حزب الله در شمال گسترش دهد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل به ایران اینترنشنال گفت برای اینکه مشخص شود اسرائیل در حال تغییر فاز است به زمان بیشتری نیاز است، اما اینکه تمرکز حملات اسرائیل روی هدف قرار دادن رهبران این گروه است این کاملا واضح است. ما در روز سه‌شنبه هم یک حمله دیگه رو داشتیم، اونجا نیروهای ایرانی هدف قرار گرفتن در سوریه. خبرگزاری جمهوری اسلامی اون حمله رو به اسرائیل نسبت داد، در حالی که خبرگزاری سوریه اعلام کرد که متعلق از طرف آمریکا بوده و پنتاگون هم در اون مورد انکار کرد اون حمله رو. به نظر میرسه بنابراین ظرف یک هفته گذشته دومین حمله ای که اتفاق میفته. آقای یوآف گالانت در یک مصاحبه که اخیراً داشت اعلام کرد که اسرائیل در حال گذار از فاز تدافعی به یک فاز تهاجمی تر علیه
حزب الله و در واقع گروه‌های مورد حمایت ایران هستش، گرچه که به نظر من هنوز برای اینکه ما بدونیم آیا واقعا اسرائیل داره یک تغییر فاز میده زوده، به این جهت که اسرائیل در طول بعد از حمله 7 اکتبر تا الان بیش از 4500 هدف متعلق به حزب الله رو در لبنان و در سوریه، اهداف مرتبط با نیروهای تحت حمایت ایران رو هدف قرار داده و بنابراین این چیز تازه‌ای نیست، اما تمرکز این حملات روی هم از بین بردن رهبران در واقع این نیروها هست. مثلا ما آقای صالح هراروی رو داشتیم که در ماه‌های گذشته مورد هدف قرار گرفت، در این حمله اخیر آقای علی نعیم مورد هدف قرار گرفت، همینطور در این حمله‌ای که اخیراً انجام شد یک دپوی نگهداری تسلیحات بسیار بزرگ هم مورد حمله قرار گرفت. اما اینکه چرا وسعت این حمله اینقدر زیاد بوده که این بار حتی روسیه رو هم به واکنش واداشت، این میتونه در واقع متأثر از تحولات داخلی در واقع درون اسرائیل هم باشه. میدونیم که اعتراضات بالا رفت، اما جدا از اون خیلی نزدیک به یک حکمی بود که دیوان عالی اسرائیل در خصوص کنسل شدن معافیت طلاب دینی اعلام کرد. این حکم میتونه در واقع نشون دهنده عمیق شدن یک شکاف در درون اسرائیل باشه، میتونه حتی دولت آقای نتانیاهو رو اگر که حزب مثلا شاس و یک حزب دیگه مرتبط با یهودیان و ارتدوکس اینها از دولت کنارگیری کنن، میتونه این دولت رو به سمت سقوط در واقع پیش ببره. بنابراین میتونه این یک پیامی از طرف اسرائیل باشه. بیش از 7000 کشته و زخمی و تحمیل هزینه های مالی فراوانی که نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی 4 سال پیش اون رو حدود 30 میلیارد دلار برآورد کرده بود، بخشی از کارنامه حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه برای حفظ بشار اسد و نتیجه جنگ اعلام نشده با اسرائیل به شمار میره که در سال گذشته باز هم بر تلفات اون افزوده شد. همکارم احمد صمدی در گزارشی به بررسی کارنامه نظامی جمهوری اسلامی در سوریه پرداخت. جمهوری اسلامی در حالی که با اتکاب توان موشکی و پهپادی خود را قدرت منطقه خاورمیانه می‌خواند، در سال 1402 کارنامه موفقیت آمیزی در این زمینه نداشته است. حدود 100 روز پس از کشته شدن سید رضی موسوی، تأثیرگذارترین فرمانده سپاه پاسداران در سوریه در حملات هوایی اسرائیل، 2 افسر اطلاعاتی سپاه پاسداران در حملات جنگنده‌های اسرائیلی در 11 فروردین 1402 به منطقه المزه دمشق کشته شدند. میلاد حیدری و مقداد مهقانی تلفات این حمله بودند. درگیری غیر مستقیم تهران و تل آویو با حملات حماس به شهرک‌های اسرائیلی در 7 اکتبر شدیدتر شد، به طوری که 47 مورد از حملات اسرائیل به اهدافی در سوریه پایگاه‌های متعلق به سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن بوده است. 30 دی 1402 یکی از سخت‌ترین روزهای سپاه پاسداران در سوریه بود. در حملات جنگنده‌های اسرائیل به یک مقر نظامی، یوسف امیدزاده معروف به حاج ساده، فرمانده اطلاعات نیروی قدس در سوریه و جانشین او با نام مستعار حاج محرم کشته شدند. 2 افسر دیگر هم جزو کشته شدگان این حمله اعلام شدند. ما هرگز در مقابل شهادت فرزندان این امت ساکت نخواهیم بود. انتقاممان همیشه سخت است. جنگنده‌های اسرائیلی چند بار دیگر در بهمن و اسفند سال 1402 مواضع نیروهای سپاه را در سوریه هدف قرار دادند، اما این پایان کار نبود. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم که حملات موشکی و پهپادی را علیه پایگاه‌های آمریکایی در سوریه و عراق و نیز به اماکنی در اسرائیل آغاز کرده بودند، با حملات شدید نیروهای آمریکایی مواجه شدند. تهدیدهای جدی واشنگتن این بار نیز رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل نیروهای مسلح در ایران را مجبور کرد، همانند چند ماه پیش که در یک عقب نشینی آشکار گفت تهران هیچ ارتباطی با حملات 7 اکتبر نداشته، از نیروهای نیابتیش در عراق و سوریه بخواهد حملات به نیروهای آمریکایی و اسرائیل را متوقف کنند. من به ایران و نیروهای نیابتیش در خصوص هر گونه تلاش برای اقدام و به خطر انداختن نیروهای ایالات متحده و شرکای ما هشدار می‌دهم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده برای دفاع از نیروهایش در منطقه و پاسخ به هر گونه تجاوز علیه خود در موقعیت خوبی قرار دارد. کارنامه ماجراجویی و حضور نظامی ایران در سوریه در سال 1402 با تلفات جانی بیشتر که به گفته رئیس بنیاد شهید از زمان حضور در این کشور اکنون به بیش از 7000 کشته و مجروح رسیده، به همراه هزینه‌های مالی بیش از 30 میلیارد دلاری بسته شد.
حال جا دارد یک بار دیگر این سوال را از حاکمان جمهوری اسلامی پرسید که نقطه شکست ماجراجویی و توقف هزینه‌های گزاف بیهوده برای آن کجاست؟ اشهد ان لا احمد صمدی وحده لا شریک له و اشهد ان اینجا نگاهی به چند خبر مهم از دیگر نقاط جهان. ولادیمیر زلنسکی میگوید اگر آمریکا به وعده‌اش در مورد کمک نظامی به این کشور عمل نکند، نیروهای اوکراینی مجبور به عقب نشینی خواهند شد. رئیس جمهور اوکراین تأکید دارد پدافند هوایی، تجهیزات جنگ الکترونیک و گلوله‌های توپخانه نیاز فوری این کشور برای مقابله با روسیه است. این گفته‌ها در حالی است که وسیله کمک 60 میلیاردی آمریکا به اوکراین با مخالفت برخی نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره همچنان در انتظار تصویب است. دولت بایدن روز جمعه اعلام کرد در حال بازنگری قوانینی است که دسترسی چین به تراشه‌های هوش مصنوعی ایالات متحده را سخت‌تر می‌کند. این قوانین که اکتبر سال گذشته منتشر شد، به دنبال توقف ارسال تراشه‌های هوش مصنوعی پیشرفته‌تر به چین برای تقویت ارتش پکن عنوان شده. و یک منبع امنیتی تاجیکستان به خبرگزاری رویترز گفته کمیته امنیت ملی این کشور 9 نفر را در ارتباط با حمله به سالن کنسرت در مسکو بازداشت کرده. همه ی بازداشت شدگان با گروه داعش خراسان رابطه داشته و پس از دستگیری به شهر دوشنبه منتقل شدند. این مجموعه خبری رو با قطعه موسیقی من غریبم به پایان میبریم. کاری از گروه موسیقی گیتار هزار آواز در سقز به سرپرستی کاوان مرادی. پیمان علایی و هروم معماری خوانندگان این آهنگ به زبان کردی کرمانجی هستند که به مناسبت نوروز 1403 اجرا شد.